امریکا تا چهار ماه دیگر پرونده درازترین جنگ تاریخش را در افغانستان می بندد و از این کشور خارج می شود. جنگی که پس از 20 سال فراز و فرود هنوز پایان نیافته است و تنورش در افغانستان داغ است. بار سنگین این جنگ اما بر شانه نهادهای امنیتی کشور گذاشته می شود. در گفتگوی کنونی با جنرال یاسین ضیا، رئیس ستاد ارتش کشور و سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان، از وی میپرسیم که آیا توانایی برداشتن بار جنگ را به تنهایی پیدا کرده اند؟ وابستگی های نیروهای امنیتی دفاعی به خارجیان چیستند؟ چرا افغانستان پس از دو دهه هنوز هم زیرساخت‌های نظامی و دفاعی امنیتی نیرومند ندارد و اینکه آیا افغانستان بار دیگر لانه القاعده و هراس افغانان دیگر نخواهد شد؟ به نام خدا و وقت شما هم بخیر. بسیار تشکر آقای جنرال که فرصت دادین. از تصمیم خروج امریکا ناتو استقبال میکنید؟ ما دقیقا عقاید باورای شخصی خود بگویم، بله ما استقبال میکنم، به دلیل از اینکه اینا یک روز میرفتن و بالاخره اینمی وضعیت که قرار باشه پیش بیایه می پیش میامد، فلحاظ و بهتر است که یک روز پیشتر برن تا این کشور و این نهادها توانمندی های خود به نمایش بگذارن و سبب اطمینان خاطر ملتشان شود، تا ای که همه وقته ما یک مدت زمان را به 2014 انتظار کشیدیم، یک مدت دیگه شه فعلا انتظار تیر کنیم، بهترش است که ما خود ما عملا در میدان وارد شد. ولی فراتر از باور شما آقای جنرال، آیا وضعیت جنگ و میدان های جنگ استقبال میکنند؟ خب وضعیت جنگ و میدان های جنگ قبلا هم ما شما در گذشته هم تبصره‌ای داشتیم. از زمانی که ویروس کرونا به اصطلاح به وجود آمد و سبب تهدید جان بشریت شد، از امو زمان قرنطینه سبب ازی شد که نهادهای امنیتی افغانستان به خصوص وزارت دفاع تمرینات و مستقلانه را در میدان معارضه داشته باشه، که خودش سبب ازی شده که ما امروز در یک جایگاه رسیدیم که نگرانی بیشتر در او رابطه نداریم. مکماستر، مشاور امنیت ملی پیشین امریکا، تصمیم خروج را یک فاجعه راهبردی خوانده است. فکر میکنم شما با این باور موافق نیستین. خب با مکماستر شاید از خاطر امنیت کشور خود این مسئله را فاجعه بار خوانده باشه و از خاطر منافع یا برنامه های راهبردی که در منطقه دارن. ما به صفت لوی درستیز افغانستان در مورد امنیت کشور خود و تبعات رفتن و نرفتن خارجی در مورد جنگ های خود را متوجه استم، نه ای که دیگه دوستا با وجود که مکماستر با هم افغان ها یک علاقه مندی و لایق خاص داره، اما بحث ایجه کس تقریبا دو بحث متفاوت است. اونا در غم جان و امنیت خود و واشنگتن هستن که حق به جانب هستن. اینجا دقیقا در این قسمت دنیا مشکلات تروریستی وجود داره، لانه های تروریسم هنوز فعال است، اما چیزی که ما بر شما میگم در رابطه با افغانستان است. بسیار خوب. آیا جنگ امریکا در افغانستان آقای جنرال پس از 20 سال پایان یافته؟ خب جنگ خب ادامه داره، بله. اما ای که جنگ سیاسیونشان پایان یافته اعلان میکنن و برمیگرده بر اونا، ولی ای که در اینجا داعش فعال است، بله فعال است، القاعده با طالبا یک جای کار میکنن، بله کار میکنن، لشکر طیبه و چندین سازمان تروریستی دیگه منطقوی فعال هستن، همشان فعال است و اینا تهدید هستن بر دنیا، نه تنها تهدید بر ما هستن بلکه بر دنیا هستن. به او خاطر اینا ایجه به خاطر کدام بحث دیگه نامده بودن، آمده بودن در جنگ علی در مبارزه علی تروریسم و با مثلا نوس ادامه داره و ای که با چه قسم تدابیر امنیتی خود را میگیرن باز برمیگرده به خودشان. این سوال پس القاعده هنوز نابود نشده؟ نه خیر. در کجای افغانستان فعال است القاعده؟ در جایی که فعالیت قابل دید دارن، در هلمند است، در نیمروز است، در فراس، در کنر است، در بخش های بسیار کمی در ننگرهار و طبیعی است که در اون طرف در بینامشا و
در مناطق. شمارشان چقدر است آقای جنرال؟ ما تخمین زده نمیتونم، چون اونا بیشترشان در او طرف مرز است و کسانی که در این طرف هم هستن اونا قرابت خویشاوندی پیدا کردن با طالبا، دختر گرفتن، دختر دادن، ازدواجاش صورت گرفته. تعدادشان سازمان ملل گفته بود که 600 نفر، بیشتر از 500 نفر تا 600 نفر شاید باشند. درست است؟ ممکن که در همین حدود باشه، ولی احتمال داره که بیشتر هم باشن. مثل که بیشتر من گفتم که اینا اینجا بعض قرابت و خویشاوندی در او طرف خط فرضی و در این طرف خط فرضی با طالبا دارن. به او خاطر ارقام دقیقشان یک مقدار مشکل است. شما میگین که با طالب پیوند داره القاعده، چگونه ثابت میسازین؟ آقای جنرال این شکلی رابطه به چی شکل است؟ خارج از رابطه که شما میگین فامیلی و خانوادگی هم شده عالی. خب این خود عملیات ها ثابت میشه. مثلا ما در بمبارد که تقریبا یک هفته نمیشه 5 نفر از القاعده را در هلمند کشتیم. مثلا چندین نفر را چند قبل در مناطق خاشرود دستگیر شدند و به می ترتیب در نقاط مختلف دیگه است که اونجا این کار نمیشه. ای و ای یعنی با طالب پیوند داره. خب میتونه القاعده مستقلانه در افغانستان مثل 21 گروه دیگه یک گروه باشه. اگر شما در نمبر که 600 نفر ملل متحد اعلان کرده توافق داشته باشین، 600 نفر نمیتونه که مستقلانه او هم القاعده یک جای اول باشن. به خاطر از اینکه یکی از دستاوردهای ایالات متحده می بود که میگفت القاعده را ما به شکل اذیت کردیم که اینا یک جای نمیتونن دو شب یک با هم به یک صاحب بخوابن زندگی کنن، 5 نفر 6 نفر. با او دلیل اینا یک جای بودن نمیتونن و زیر چتر طالب هستن و عملیات های ما و اطلاعات استخباراتی ما همیره ثابت میسازن. به این ترتیب فکر میکنید خروج امریکا، ناتو یک خروج مسئولانه است؟ هنوز هم با فهرستی از تهدیدهایی که شما خود شما برشمردین؟ او برمیگرده به امنیت داخلی کشورشان، به امنیت ملی کشورشان و تصمیم از اونا باز من تکرار میکنم که مرتبط به تصمیم سیاسی و تصمیم مردم خودشان است. اما چیزی که اینجا وجود داره، بله تهدید نه تنها که برای کشور ما تهدید وجود داره، به منطقه تهدید وجود داره و به دنیا تهدید وجود داره. همی بم برای که شب گذاشته در افطار به لوگر اینا انفجار دادن و سبب شهادت هم وطنهای عزیز ما گشت که ضمن تسلیت برای شهدا و دعا برای زخمیانشون، امی شده میتونن که در قسمت دنیا واقع شود و اینا میتونن که دیگه سازماندهی کنن و ای کالی مسئولانه است یا غیر مسئولانه است. باز ما تکرار میکنم که بر ما یک فرصت است که ما کار خود را بکنیم و باز تبلیغات را که طالب علیه ما میکرد او ختم شود و ختم شده. خطر از این که افغانستان یک بار دیگه پناهگاه تروریست ها شود وجود داره و این که جهان از افغانستان تهدید شود مثل که در 11 سپتامبر امریکا تهدید شد و زیان دید وجود داره. خب طبیعی است که در ساحه طالب ها فعلا حضور داره، از اونجا میتونن که دنیا را تهدید کنه و پلان گذاری کنه و القاعده و داعش هم چون دقیقاً. چرا داعش یکسره در ننگرهار سرکوب نشد در شرق افغانستان آقای جنرال؟ هنوز میتونن در ننگرهار هم حملاتی را سازماندهی بکنن؟ میبینیم ما چی ترور، چی حملات انتحاری و انفجاری. خب ما زمانی که سرکوب داعش اعلان کرده بودیم جبهات داعش گفته بودیم و در امو زمان هم توضیحات داده بودیم که ما اینجا کامدیم میگیم که داعش از بین بردیم. ما اراضی را از داعش گرفتیم ولی فکر داعش را ما نگرفتیم. داعش فکرش فعال است و او شبکه را که سبب ناراحتی و انفجار انتحار میشه، او شبکه محرم و شبکه هایی است که مرتبط به مسائل کشفی هم کار عمیقتر کشفی میشه و ولی جبهه و جایی که عروضی در دستشون باشه فعلا اونطور یک جای نیستن که بجنگن، الایی که در بعض جای مثل بدخشان و فاریاب و جوزجان زیر چتر طالبا و متحدان را با طالبا یک جای کار میکنن. درست. برخلاف شرق افغانستان دو تفاوتی که این روزها آورده میشه با خروج امریکا از افغانستان، اولی که بسیاری از باورها ایست که خروج امریکا مانند خروج عراق باشه یا مانند خروجش از عراق باشه و سرنوشت عراق بیاید به افغانستان. یک دو این خروج چی تفاوتی با خروج ارتش سرخ داره؟ شما در هر دو دوره بودین. بحثی اینجا که در اینجا دنیا که آمده بود ما به اساس جنگ و مبارزه علیه تروریسم در یک فیصله جهانی آمده بودن
و پس هم که رفتن قرار کنه خودشان اعلان کردن که ناتو گفت ما به امریکا نمیریم و به امریکا نمیباشیم. اونا پس متحدانه رفتن. حالا که چی تفاوت ها وجود داره؟ تفاوت های بسیار زیاد وجود داره. مثلا اینجا ما آمدیم حکومت به اصطلاح به طرف مردم سالاری بردیم، از زیر سلطه سیاه طالب خلاصش کردیم، مردم آمد رأی داد، مردم آمد به خود نماینده انتخاب کردن در شورای ملی در سنا، و به می دلیل است که تفاوت های بسیار زیاد است. و در اون زمان مردم میگن که اونا بر علی عقاید و باورای سنتی مردم افغانستان ایستادن و در مو اساس هم جنگ شدت گرفت و تا سبب زوال از حکومت و نظام شد. اما در اینجا تفاوت هایی که با مثلا عراق یا جای دیگه هست، اینجا الحمدلله ما کدام مشکل فرقه ای نداریم. اگر تفاوت های دیدگاه در سیاست است، او در بین بزرگا و سیاسیون است که خودشان انشاءالله حل میکنن، صحبت میکنن، کار میکنن. اما در صف که ما میجنگیم هیچ یک وجود واحد است به نام نهادهای امنیتی و هیچ نوع تفاوت در خون ما و در خون یک سرباز پلیس یا یک نفر که در امنیت ملی کار میکنه وجود ندارد. وقتی خارجی ها نگران امنیت ملی شان هستن، افغانستان امنیت ملی شاید با تهدید روبروست؟ آقای جنرال، خوب دارین آماده میشین برای گرفتن دفاع مستقلانه، مثلا حمله لوگر یک سیگنال خطر نبود؟ ما بالفعل در جنگ هستیم. کدام چیزی ایچه مثلا سل نبوده، ما در حالت نبودیم که ایچه هیچ طالب آتش بس داشته بوده باشه یا جنگ نبوده باشه. ما عملا در جنگ هستیم و تفاوت هایی که بعد از خروج می تفاوت هایی است که نقاط مختلف خود داره. ما که سعی ارزیابی میکنم نقاط مثبتش بیشتر است. نقاط مثبت اولش همیست که امی انتحار یا انفجار که در لوگر شد، این خود در نقاط مختلف افغانستان در ادوار مختلف 20 سال گذشته شده بود. اما آیا شما دیدین که به این شدت که مردمی را تقبیه کرد و مردم به اصطلاح نارضایتی خود و نفرت خود بر علیه طالبا نشان دادن؟ در من فکر نمیکنم، یعنی نظیر شاید داشته باشه ولی به این شدت نه. این خودش نشان میده که اینا اگر دست به انسان کشی و افغان کشی و هموطنهای خود را به این شکل بیرحمانه و ناجوان مردانه به قتل برسانند، به واکنش بسیار شدید مردم افغانستان در ساحاتی که یا فکر میکنن کجا نفوذ دارن هم مواجه میشن. و در بخش های دیگر که مردم مسلح شدن در که در برابر طالب فرض میکنن اگر وضعیت بدتر شود و استاد شوند، شما از او استقبال میکنید؟ ما از هیچ چیزی که سبب ناراحتی مردم افغانستان شد استقبال نمیکنم. ما باور داریم که مردم افغانستان ایج نهادهای امنیتی داره، در دروازه‌های ما برای همگی باز است و ما هر کسی که بخواد در کنار ما با ما مشترک بجنگه تحت امی قمانده و بیرق واحد و قانون افغانستان، ما از او حمایت میکنیم. در غیر از او ما فکرم نمیکنم که این جنگ را مهار کردنش و برای آوردن طالبان را در میز مذاکره با بازوهای توانای از این نیروهای امنیتی اگر نشه که یا تقریبا حدودا 400 هزار بیشتر انسان جنگجوی با غیرت تعلیم یافته است، اینا کی کار کردن اتان؟ من فکر نمیتونم کنم که افراد کرده بتانم. در گذشته میگن که انجام شده چون این کاری؟ در گذشته هم انجام نشده. در گذشته هم زمانی که عامر صاحب شهید خداوند مغفرت کنه اونا حیات بودن، جریان منظم بود، همگی یونیفرم داشت، نیرو بود، قمانده واحد بود و در این حال امکانات یک نظام بود که در اصلش مرحوم شهید سل استاد برهان الدین ربانی قرار داشت. پس ولی اینا ادعایشان نیست، مثلا کسایی که در تخار تفنگ گرفتن یا کسایی که در هرات و در اینجا، که حکومت ظرفیت جذب این همه افراد را یا کل مردم افغانستان را نداره که کلگی بیاین عسکر شوند؟ خب وقتی که کل مردم افغانستان وضعیت طالب است، مشکل حل است دیگه. ما هیچ نوع مشکل نداریم، ولو که غیر مسئله هانام نباشه و دقیقا فرموده شما بجای است. تماما مردم افغانستان طالب بد میبینه، حتی در ساحاتی که طالب ظاهرا حاکمیت دارن. ولی قسمتشون میخواین تفنگ بگیرن؟ بله، و قسمتی که تفنگ بگیره او انگوش شمار است، حساب میشه. مثلا شما اگر در تخار کل صفحه حساب کنین، کلش زیر 200 نفر است. اینال ما میتونیم که او را جذب کنیم.
در هرات جناب امیر صاحب که گردنمایی داشتن، اونجا ظرفیت قول اردو وجود داره، اونجا مثلا پلیس وجود داره، امنیت ملی وجود داره. ما چند قبل هم قماندان صاحب قول اردو رو خدمت جناب امیر صاحب روان کرده بدیم که اگه او عزیزای ما در نظام عسکری جذب میشه ما خوش آمدید میگیم و ما ظرفیت جذب داریم و اگر اضافه تر از تشکیل هم شود جلالت ما رئیس جمهور هدایت دادن که مشکل وجود نداره، ما پولش خود ما میپردازیم. و اگر جذب نشون؟ اگر جذب نشون واکنش نشان میتین در برابرشون؟ یعنی خلیص لا میشن چی میشه؟ خب ما خود طرفدار از این نیستیم که در برابر هر حرکت که ما اینده از اونا را نمیفهمیم که بالاخره دقیقا چی میکنن واکنش نشان بتیم یا سفارایی کنیم. بهترین رایش رای مذاکره است، صحبت است، همین قسمه که ما شروع کردیم. ما به هر بزرگ افغانستان مراجعه میکنیم، تا حال مثل که مراجعه کردیم، ما به مارشال صاحب مراجعه کردیم، یعنی ما که میگم منظورم از نهادهای امنیتی است، به امیر صاحب مراجعه کردیم، به هر دوست و بزرگ که در اینجا هست مراجعه میکنیم که بیاین مشترک کار کنیم زیر یک چتر دیگه. به این شکل هم جان از او جوانایی که صادقانه در برابر طالب استاد شده در امان میشه و هم در یک خانواده داخل میشن که خانواده تقریبا نیم میلیون ملت است که اولادای خود از امی هست. ما که از جای دیگه نامدیم، ما هم اولادای از این ملت هستیم و فرزندای از هستیم و در طول تاریخ هم بر مردم افغانستان ثابت کردیم که ما فرزندای راستین هستیم. امی که هر شب قربانی میتیم، شهید میتیم، با قیمت خون خود ثابت میسازیم که ما در کار ما صداقت است. با گروه های مثل علیپور چی میکنین؟ خب گروه هایی که بیاین باز در برابر ما جبهه جور کنند، بالای ما فایر کنند، تیاری ما را سقوط بتن، در او رابطه دیگه باز رحم نیست. او گروه ها معادل به گروه طالب، داعش و سایر گروه های تروریستی است، به خاطر که عمل تروریستی است و هیچگاه باید ما دو مسئله را با هم خلط نکنیم. یک آدم استاد شده مثلا در هرات میگه که من میم در نهاد امنیتی شامل میشم که کار ندارم، یک آدم دیگه آمده راکت از کدام جای بدست آورده، تیاره که رفت هم سنگر ما را سخ میشه از اوجا ساهم میکشه که از دید تباری هم امو اگر این بحث او طرف ببرن امو بچه را پرسان کنن که از کدام خواب بده که ما پشت زخمیش رفتیم. اینال ای سبب از این نشه که دو بحث ما با هم مکس کنیم. برمیگردیم به توانایی ارتش و پلیس افغانستان. آقای جنرال، وقتی که فرمانده مرکزی امریکا میآید نگرانیش بیان میکنه از تامین امنیت یک سفارت که در کابل است، سفارت امریکا، که افغانستان گویا توانایی این مسئله را هم نداره، مردم نباید نگران امنیت کل کشور باشند؟ صحبت های قماندان سنتکام دو بخش دارم. بله. یک بخشش ایست که با ما 20 سال همکاری کرده، ممکن است که از نگاه عاطفه بخواهد که سیاسیون کشور خود متقاعد بسازه که به نوع دخیل باشند، دخیل در عملیات و دخیل در کارهای عسکری. کو فکر میکنم بحث تمام شده است. موضوع دیگه از این است که ما 20 سال تعلیمات دیدیم، تجهیز شدیم توسط ایالات متحده امریکا، حالی که فرمانده سنتکام باور نداره. خواستنهای امریکا باید از اونا پرسان کنن که شما خیلی دنبال چی بودین اوجا؟ و میمانه بحث که متوجه ما میشه تمام سفارت ها و تاسیسات دولتی و تاسیسات دیپلماتیک که در خاک است، در هر جایش که است، از او حفاظت صورت میگیره و خدا نخواسته ایجاد کدام گپ نیست که یک تغییر بسیار کلان بیه. باز من تکرار میکنم که از زمان ویروس کرونا تا حال نیروهای حمایت قاطی در عرصه‌های مختلف بنا به اون مشکل مرض بیرون نبرامدن، بودن قرنطین بودن و با کارهای خود ما انجام میدادیم. همین دیشب رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس گفت که برخی خارجی ها رفتن به طالبا که دیپلمات های ما را کار نداشته باشین یا سفارتخانه های ما حمله نکنین. چرا اینا به نهادهای امنیتی افغانستان مراجعه نمی کنن؟ خب میشه که از اونا به جزئیات پرسان کنین که منبعشون کی است و آیا گپ شنیدن یا عملا سند دارن. چیزی که به ما برمیگرده اینا به ما مراجعه کردن، با برادرای پلیس ما هماهنگ هستن و ما با اکثریتشون بساس مواتشای نظامیشون در تماس هستیم و اطمینان کامل دارن که تدابیر امنیتیشون گرفته میشه. ای که کی به کجا و به چی رقم مراجعه کردن و چه قسم
رئیس کمیسیون آگاه شده. فکر کنم که من جزئیات از این مسئله را نمیفهم. درست. از آینده کمک های امریکا به ارتش آگاهی دارین؟ یک فصل تازه گفته شده که باز شده، این فصل چگونه است؟ شیوه کمک ها چطور می باشد؟ 4.1 میلیارد دلار یا کمتر و بیشتر سالانه از کدام مجرا به شما می آید وقتی که خارجی ها دیگه نیستن، نظامی هایشان و ارتش امریکا نیست؟ ما دیروز هم در مجلس رهبری سکتورهای امنیتی به اشتراک معاون جنرال میلر مجلس داشتیم. در اونجا اونا وضاحت دادن که ما روی یک گزینه در منطقه کار کرده روان هستیم که یک پایگاهی باشه که ما مسائل لوجستیکی و اکمالات را همو چیزایی که لازم داریم اونا هماهنگ کنن و در یک از این نقاط از این منطقه اونا جا به جا میشن و سر از این برنامه کار میکنن. یعنی روی هر مسئله که مردم نگران باشه از نگاه اکمالات و تجهیزات و ترمیمات دیگه با همش در فهرست کاری ما است. از طرف ما معاون صاحب اول وزارت دفاع افغانستان نماینده تعیین است و در سطح کلانشم جناب دکتر صاحب عبدالله ماهب این را به سطح استراتژیکش مدیریت میکنه از طرف حکومت افغانستان. و تضمین وجود داره؟ بله، تا زمانی که اینا تضمین دادن که حمایت میکنن. در حرف بوده، مطمئن هستین که امریکا پس از خروج روی حرفش استاد میباشه؟ خب بحث اساسی است که ما در اینجا در از دید دیپلماتیک به مور نوشته ها و تعهدات ما به اصطلاح تبصره و صحبت میکنیم، ولی اگر طرف مثلا هر کس دیگه باشه، هر کشور باشه که به حرفش عمل نکنه، او باز برمیگرده به یک بحث دیگه که او مربوط میشه به بزرگای از این ملک و در اصل سرقومندان آلای افغانستان. درست، ولی در عمل یک سلسله گزارش های است آقای جنرال که خارجی ها از چند ماه به این سو بمهای لیزری را دیگه به شما دادن یا سپردنش را متوقف ساختن، پایان دادن. چرخبال های یا هواپیماهای های ارتش یک بخش کلانش به ترمیم نیاز داره، قراردادهایشان ختم شده یا ملغا شده و خارجی ها کاری نکردن در این زمینه. هنوزم میتونین مطمئن باشین روی تعهدات امریکا؟ فکر میکنم که این شایعات است به خاطر از این که مهمات لایزری را که شما میگین فکر میکنم که در حدود 2 هفته قبل بر ما سپردن و بند نشده بود، بلکه به اساس فشار جنگ چون می مسئله کرونا فابریکا ها را بسته کرده بودند و یک مشکلات عجیبی بود که ما از تقسیم اوقات بیشتر مصرف کرده بودیم ولی بدیلش داشتیم. و یک مسئله است در مورد مسئله ترمیمات که مربوط به تیارات امایبده میشه که تیارات روسی هست، او در این منطقه ترمیم میشه و هیچ مشکل در او وجود نداره. در تیارات دیگه هم که مربوط به اونا میشه تا فعلا همه پروازهای موجود داره. و آخرین مسئله ای است که ما در حدود نزدیک به یک ماه 6 فروند تیاره A-29 را تازه جدید به دست آوردیم. زمن نزدیک به تنها مهمات و سایر مسائل ما روزمره تسلیم میشه. ولی قرار بود 160 چرخبال داده شده یا سپرده شده به ارتش، 6 تاش داده شده؟ نه خیر، این بخش دیگه چیز است، این بخش تیارات حربی است و او بخش را که شما صحبت میکنین او بخش بود که در جغرافیای افغانستان او چرخبال ها محصر تمام نمیشد، مثل که یک زمان از ایتالیا یک چیزایی را خریداری کرده بودن، به او خاطر او تبدیل شده به چرخبال های دیگه که بلای از او کار جریان داره. درست. آیا نیاز میبینین که پس از خروج امریکا از یکی از کشورهای منطقه که شما گفتین اگر در هر جایی که پایگاه داره، در چند کشور اگر در جای تازه میسازه، مبارزه با هراس افغانی را در افغانستان ادامه بده یا کمک های نزدیک داشته باشه در عملیات ها با ارتش افغانستان، چی هوایی و چی هم اگر نیاز شود زمینی چون نیروهای ویژه داره اونا؟ جنگ اگر رتبه کنیم که دو تقسیم کنیم، یک بحث امنیت ما و شماست و تهدیدات است که توسط طالب و بعض گروه های خورد کوچک دیگه به وجود آمده، یک بحث القاعده و داعش است و بخش از طالب ها که ممکن اگر در میز مذاکره بیان برن به اونا یک جای شوند.
در ایج تا هنوز دنیا به کدام نتیجه بین خود نرسیدن که یه اهداف خود چه قسم دنبالش بین، چون ای خود امنیت داخلی از وار تهدید میکنه و اونا باید که یک فرموله بین که به کدام شکل همراه ما همکاری میکنن و یا ما کدام شکل فعلا خال ما در جایگاه قرار داریم که دیگر کمک کنیم، به خاطر ازی که در ساحه ماستیم، هم از نگاه جمع کردن استخبارات هم از نگاه عملیات. تا هنوز اونا به کدام فرموله دست نیافتن، اما کارشون به شدت جریان داره و احتمال داره که اوتا یک قرار داده نو که من جزیاتش نمیفهم، ولی یک بار که سر یک قسمت از این گپ کار شد و باز بعد از او بیای با رهبری حکومت افغانستان صحبت کنن و راه های حل بکشن. خطر جنگ داخلی را شما چطور میبینین؟ خطر جنگ داخلی ما قبلا هم گفتیم، حالا میگم یه افغانستان دهه 90 نیست. در اینجا مردم یعنی پیشرفت های قابل ملاحظه را هر صنف و هر طبقه جامعه داشته، به شمول رسانه ها. اینال در این طور یک جامعه آگاه ما باور ندارم که مردم به اصطلاح در داخل با هم به خاطر مسائل درگیر شوند که مسائل اصلا در دیگه دنیا امروز پیش پا افتاده است. یگانه تهدید جنجال که در اینجا وجود داره لجاجت طالبا به همکاری پاکستان است. اینمی قسمت از این بس که حل شود، طالب در مسافه 3 ماه خودش دویده در میز مذاکره می و ایلا ای که وا تمویل کرده برن و بمی که در لوگر انفجار کرد بم نیست که در فابریکه ایجا تولید شود، بم است که پاکستان میده اموره که توقف بده دیگه چیزی برای بم انفجار دادن ندارن. بس به او اساس ما نگران کدام مشکل کلان نیستیم و باور داریم به توانمندی های نهادهای خود و تخصصشان و تعهدشان بر افغانستان. مردم میپرسن که آیا انتظار مثلا سقوط چند ولسوالی را هم باید داشته باشیم، یا یکی دو ولایت، یا رسیدن طالبا به چند شهر کلان را، یا فکر میکنین این توانایی را طالب نداره؟ بیاین که تر محاسبه کنیم که اگر طالب در جایی که شما خودتون رفتین خبر جور کردین، گزارش جور کردین در ارغنداب، آیا مهاجرین ارغنداب رفتن به طرف مناطقی که در خاکریز تحت سلطه طالبا بود یا آمدن به شهر قندار؟ این خود از این نشان میده که با طالب هیچ کس نیست جز وحشت. طالب ماین میمانه، ماین نفر میکشه، نفر به شهادت میرسانه. حال یک تعداد ایواز است که بیان به اصل موضوع بپردازن، میرن به آشیه برای طالب بزرگنمایی میکنن و طالب به یک نیروی معادل به ما تشبیه میکنن که او قسم نیست. اینا نه جایی را گرفته میتونن. بله، در جنگ یک مسئله هست، جنگ یک چیز نیست که در روز تضمین باشه که دقیقا خود در اینمیج کششتی و ایج خط اول نبرده است و یا قماندانه که داری او تا آخر تا 10 سال 20 سال میجه میمانه. امکان داره فردا قماندان قرار صادر کنه شما برین چند متر پیشتر، امکان داره شما 1 کیلومتر پشت سر بین. یک بحث است که ما به خاطر حفظ جان قوای خود در بعض جای مثلا بعض حرکات ممکن شوال و هیچ ربط به اول می و به بودن نبودن خارجی و به دستاورد طالب نداره. جنگ ادامه خواد داشت، اما یک مرحله میرسه که طالبا از هم میپاشن به دلایل باورای که اونا مردم از سالها بازی دادن، که آمدن دین گفتن و با اسنادشان برآمد که حالا میگه ما بیزای امریکایی را نگاه میکردیم یا بیزای ناتو را که رد کردن طالبا. خب مثلا روزنامه های معتبر میکشن، منبع دارن، دیگه دارن. خب اینا در چندین نوع تجزیه داخلی و گروه بندی ها مواجه میشن و دیگه گروه بندی تقسیم قدرت است، معمول منابع پیشکی است. آیا زاکر قیوم که رفته در پشاور شیشته او از ساحش از المن رانده شده به نوه و او جسر خاندان حقانی حاکم عامر شده، ایره میپذیرن؟ یا بسیار مشکلات جدی وجود داره در بینشان و این مشکلاتشان یا قدر دیر فقط تحت اینمی شعار که اسلام از دین است ما شما با هم کار کنیم. آل بس چیز قدرت است، پیسه است، اقتصاد جرمی است، قاچاق مواد مخدر است که هر کدام از این تکر داره و اونو صفحه بیچاره اردم شهید که اولاد غریب در اینجا در برابر ما میرن استاد میکنن که زیر بم با زیر مرمی ما کشته میشه، اونا هم آیسته آیسته با آگاهی های فردی خود میرسن.
درست. همین مسئله که شاید در برخی از بخش ها ارتش یا عقب بیایه یا به جلو بره، طرح شما چی است؟ در تمامی بخش های افغانستان در میخواین که عملیات ها را گسترده بسازین یا حفاظت بکنین یا نگهداری بکنین یا نه؟ بخش های محدود پاسگاه ها را کم میسازین، یک بخش های مشخص را میخواین دفاع بکنین، چه شکلی است؟ ما آمدیم یک ریفورم را به وجود آوردیم، عملا آغاز شده. در جایی که خالی از سکنه باشه، هیچ نوع ارزش استراتژیک نداشته باشه، به یک دلیل یک روز یک استرالیایی یا یک نیوزلندی یا یک اروپای غربی یا شرقیش آمده یک بیس جور کرده و بازو بیزه به ما تسلیم کرده که اونجا بر ما هیچ نوع ارزش نداره، ما نمیتونیم که اساکر خود در حوج قربانی بتیم، مثل که شما در نیمروز چند بار تکرار از این مسئله را دیدین. دیگه ما در جای باید زمنان در از تکنولوژی و اسلحه را که طالب برش پاکستان داده، اسلحه خود نیست، بحثش بحث تکنولوژی ترمل است یا مو دوربین شب و چیزا، یک بخش خود ما داریم که بر عملیات های ماست، برای بخش های دیگه خودم ما خریداری کردیم و در حساب مسائل تحکیماتیشان توجه داریم. یک ریفورم را در مسائل عملیاتی به وجود آوردیم که تفکیک کنیم که چی را به کدام قیمت ما باید داشته باشیم و کجا را به کدام قیمت باید از پیش دشمن بگیریم. اینی یک حالت است که فعلا عملا کار جریان داره، در فیصدی های خوب هستیم و انشالله تا چند روز بعدی انشالله که کار ما بیشتر از این خوب میشه و تکمیل میشه. ولی طالب در میز مذاکره با شما خاک را تقسیم کرده، میگه 50% در کنترل دارم، بیشتر و کمتر. خب او جغرافیا بعد دست طالب نخواهد افتاد اگر هیچ کسی هم نباشه، دشت باشه، صحرا باشه یا هر چیزی باشه. خب حالا داشتن مثلا در این متراج را که باز نهادا میخواینی را سر ما بچلانن، کوهای سالنگ، دشتایی که در افغانستان وجود داره به دست کی است؟ هر دقیقه ما بخواییم به دست ماست. یعنی این اراضی را که ادعا میکنن، مهمترین گپ نفوذ است. نفوذ افغانستان در کجاست؟ محاسبه کنیم چقدر نفوذ افغانستان داره تخمینی و در زیر در کدام ساعت تحت حاکمیت کی زندگی میکنه و طالبا در کدام جایی که شما بگوین کدام پایگاه داره، کدام بیس داره، کدام مرکز داره، به نام هر چیزی که باشه. اوتر یک چیز نیست، در خانه های مردم پت است، اطفال زیر سن در دستش ریموت میتن، دیگه در دستش بشکه بمب میتن. خب حالا ما اطفال خود چه قسم مثلا سرش انداخت کنیم؟ با وجود از اینکه را در توسط تیارات بی پلوت ما میبینیم و بعض وقتا دیسگیر میشن، توصیه میشه به خانوادهشان، به بزرگایشان، اما متاسفانه طالب از هر وسیله نشوق استفاده میکنه که قدرت خود نشان بده و قدرت هم قدرت است مثل حمله لوگر. دیگه در غیر از او که یا ادعای کلان بکنن که پیش ما این است و آن است، مثلا 50% خاک است، خب 50% خاک است برای ازیا، من باز میگم که خوش کنن در افغانستان هر خاک رکمن، اگر اینا واقعا پابند به اصول و ارزش ها و به مو مسائل دینی هستن، یک جای خوش کنن، نو سلا رو میان انتخاب کنن، اراضی رو میان انتخاب کنن، ولی یکی از رهبرهای خدا بیارن ما میریم در جای به یک جنگ کنیم که مردم متضرر نشه، نه اینکه تو در خانه مردم پت میشی، باز در مینت مردم به شهادت میرسونه، باز در آخر هم پس می ادعا میکنی که ما را مردم میخوای. چه قسم مردم خواستن است؟ چند روز پیش از یک مرکز هوایی سخن گفتین و گپ زده شد و نشان داده شد بر رسانه ها. وابستگی هوایی نیروهای اردوی افغانستان به خارجی ها چقدر است جنرال سیب؟ ما در نگاه ترانسپورتی فعلا هیچ نوع وابستگی نداریم و این وابستگی ها تقریبا یک مدت طولانی است که ختم شده، ما ترانسپورتش خودمون پیش میبریم. در مسائل عملیاتی یا تیارات حربی یا به مفغن ما نیاز به کمک داشتیم، ولی می ریفورم را که پیشتر خدمت شما به عرض رساندم، این شامل قوای هوایی ما است که ما مثلا در ظرف 6 ماه گذشته بیشترین ظرفیت های شب را پیدا کردیم که هم از نگاه نرخ و مصرف ارزان است و هم از نگاه تاثیراتش و از نگاه جلوگیری از تلفات ملکی همچنان. دیگه به او اساس ما دولت پیشرفت هستیم در رابطه به این مسائل هم، ولی به خاطر از اینکه یک دور انتقال است، یک روز، 2 روز، 5 روز ممکن است که تا همه چیز جای خود را پیدا کنند، چون یک عادت 20 ساله بده علا تیاره امریکایی بیه و علا آیسار امریکایی بیه، این یک عادت است، فقط عادت ما تغییر میتیم، ظرفیت موجود است،
امکانات موجود است، اراده موجود است، تغییر عادت طبیعی است که مثلا 5 روز و 10 روز در بر میگیرم. درست. برای روحیه دادن سربازا در میدان های جنگ کدام برنامه مشخص و تازه روی دست دارین؟ مثلا چی میکنه اردوی افغانستان؟ خب بخوایم نخواهیم از لحاظ روانی یک تأثیر میگذاره و گذاشته خروج خارجی ها، مثلا افزایش تنخواه روی دست دارین یا کدام مسئله دیگه چی میکنین؟ خب در مورد همکاری هایی که بر ما رهبری نظام در رأس رئیس جمهور افغانستان و دفتر شورای امنیت ملی انجام میدن، یعنی فوق‌العاده حمایت قوی ما داریم. ما بالای مسائل مختلف تشویقی کار میکنیم دوامدار و کار را که امسال ما کردیم که بیرون از مسئله حکومت افغانستان است، ما خواستیم که مردم با هردویشان که تنها مردم فرزندان خود بر ما نمیتن، بلکه ما خواستیم یک زاویه دیگه را بر مردم نشان بدیم که میلیون ها یعنی ده ها میلیون افغانی را مردم مواد غذایی را آوردن و به تمام شهدای اردوی افغانستان توضیح کردن که امیل ازاد که ما خود صحبت میکنیم از طریق شما، از طریق اردوی افغانستان که ممکن است یک 5% که از غیر آزرا و میان مانده باشه دیگه در سر و سر افغانستان از نورستان و دایکندی شروع تا به نیمروز مردم به خانواده شهدا مراجعه کردن، جنرالای ما، افسرها و همه کمک توفیر که مردم افغانستان از دسترخان خود داده بودن بر اونا انتقال دادیم. یک مسئله تشویقی است، مسئله اعتماد. اعتماد است و ما میخوایم بر مردم نشان بدیم، بر کسایی که آگاه نیستن از مسائل، یکی مسائل مردمان هستن که آگاه هستن، آگاهی دارن، مانند رسانه و ژورنالیست و دیگه اقشار جامعه، یک تعداد مردم هستن که اونا واقعا حق به جانب هستن چون آگاهی ندارن. ما اونا را خواستیم که نشان بدیم که امی مرک والدینم بر اردوی افغانستان داده، پس این امی والدین ما آمده امینان رمضان خود نصف میکنه دسترخان خود به خانواده شهیده که برادرم بود، همسنگرم بود، در پولین به شهادت رسیده بود که تقسیم میکنه. من فکر میکنم که در طول تاریخ افغانستان به سابق است و در اردوهای دیگه دنیا که حتی تعداد شهید به این اندازه نیست، شاید هم که این رقم که به هزارها هزار انسان زنگ زده شوه، همدردی کتشان شوه، در یک ساعه خواسته شوه، عزت شوه، حرمت شوه، به این کمیت شهدایی را که ما داریم یک کار بسابق است. آیا فکر میکنین که طالب فکر پیروزی در سر داره؟ پیروزی نظامی در میدان جنگ، نه در میزی سال؟ خب اگر این فکرم در ذهن خود داشته باشه، این فکر از ذهنشان انشالله که به زودترین فرصت میکشیم. ولی شما باید اطلاعات داشته باشین که طالب چی برنامه بله. داره؟ اونو باورشان نیست که ما پیروز هستیم، ما به خاک میگیریم و حاکمیت نامشروع خود است در این مردم حاکم میسازیم، ولی گپ اساسی ده ای است که این خوابایی است که فکر کنم آیسایی را درست ندیده، تعبیر کننده هایشون شاید برشان درست نباشه، این برشان بسیار قیمت تمام شده. این تنها قصه چند روز نیست، اینا در یک سال گذشته به اساس کاهش خشونت یا بیشتر از یک سال تمام نظور خود زدن، تمام نظور خود به استثناء از اینکه یکی دو ولسوالی مثل که بیشتر هم برتان گفتم دست به دست شده باشن، دیگه هیچ نوع دستاورد ندارن به جز از اینکه تابوت بردن به چمن، تابوت بردن به وزیرستان، تابوت بردن به پشاور، تابوت بردن به کراچی و یک تعداد دیگه شانم اونموجه به هویت بیچارک ها دفن شده که والدین از با شاید در انتظار باشه که بچه اکایشون پس میه که پس نمیهن. اونا در غنداب کشته شدن، در پنجوایی کشته شدن، در هلمند شدن و اموج شب دزدانه اونا را دفن کردن و حتی والدینشان هم خبر نکردن. طالبا به نظر شما آقای جنرال به دنبال تکرار تاریخ مجاهدین هستن؟ مثلا سرنوشتی که بر سر حکومت دکتر نجیب الله آمد. خب من نمیتونم زیاد فکر از او را بفهمم به خاطر از اینکه من به فکر به نام طالب روبروی نیستم. من به فکر که روبروی هستم فکر باجوا و فکر فایز است دیگه. اینا لوا ثبات نمیخوان در افغانستان، یکی خلاص هنوزم نمیخوان. ظاهرا بسیار الفاظ و ادبیات بسیار خوب به کار میگیرن، بسیار زیاد ما برادر هستیم، کشور همسایه هستیم، مشترکات داریم، اما وقتی که برش میگی که ملا برادر خیلی در کراچی چی میکرد که در پیش دکترها رفته بود، جنرال باجوا طرف فایز سیل میکنه میگه رفته بود. یعنی به حد بیخبری و به حد خود به اصطلاح حق به جانب نشان دادن که یعنی از خاک خودم یا خبر ندارن. به هر حال ما طرف ما
اردوی پاکستان است، طرف ما آیس آی است، طرف ما چند تا آدمه که مثلا شما ملا برادر ببینین، این احترام به عنوان انسان اول خسر در زمان که زندانی بود به او شکل کیره در حضور رسانه آوردن، دل ما که دشمنش بودم برش سوخت. حال ببینین که اینمی آدم آیت غلط میخوانه، امین نفر که نامش ملاس آیت غلط میخوانه و آیت غلط خواندگی آمده حکم کفر مسلمان مره میته. این شما یک دفعه می صحبت های زیر دقیقا گوش کنین، این مطلق آیت غلط میخوانه به خاطر از اینکه هیچ آگاهی نداره، فقط یه القاب است، ملا، مولوی، مفتی، فلانی، کل اینا نفرای کمربسته اونمو دوتا جنرال پاکستانی هستن و سلام. بسیاری ها میگن طالبا به زبان دیپلماسی و سیاست و اینا زیاد آشنایی ندارن و بلد نیستن، به همی اساس باید یک دفعه در میدان جنگ بر ازیا با زبان تفنگ گپ زده شود، بعد اینا روی میز برون. شما به این باور هستین؟ بلکل دقیق میگن. خب و به همی دلیل هم است که ما مثلا در همی دفاع مستقلانه تعداد تلفات را که واقعا اگه طالب مثلا اولاد افغانستان می بود و پدر و مادر می داشت و گریه کننده می داشت، مثل که ما داریم که اگر 5 نفر شهید در کنج افغانستان می دیم تماما رسانه ها می گیرن، شروع می شه اس همدردی، ولو که مردم ما رو انتقاد می کنه اما نشان می دهم میزان محبوبیت ما رو و اس همدردی مردم با ما. یا اگر یک وقت نان در کدام جای تصویرش می برای که کمک کیفیتش پایین می باشه، این خودش نشان می ده که مردم ما رو چقدر دوست داره. اما خود شما شاید ازی هستین که کدام روز کس پشت طالب گیران کده باشه، در حالی که هزارها هزار نفر ازی ها در این چند ماه اخیر کشته شده، خبرم نداره، جایشان معلوم نیست، خانواده شما ممکن در انتظار باشه، اما هیچ گریه کدگر نداره. این خودش نشان میده یک تفاوته که اینا هیچ با ما مقایسه نمیشن. و شاید گریه شده ولی رسانه ای نشده گریه ها. خب بازم بالاخره خو یعنی مالان چیز که شما علاقه من برشان نیستین، پس که نیستین قصه شان این قسم است. سناریوی پاکستان به آینده افغانستان، وقتی شما با باجوه و چند جنرال پاکستانی روبرو هستین، پس چی از سناریوی اونا، چی میخواین از افغانستان فکر میکنین؟ خب اونا خب فکر میکنن یه افغانستان همو افغانستان دهه 90 یا پیشتر از او بدتر از او، ولی و معادله را غلط، محاسبه را غلط کردن. یه افغانستان که امروز است، مثلا جوانای ما در کشورهای مختلف درس خواندن پس آمدن همینجا خدمت میکنن. ما کشور ما در کشور ما آزادی بیان به مراتب بالاتر است از در این منطقه از همگی کرده. این دستاورده قربانی نمیشه و محاسبه از یا غلط است. ما از این راست دارم دل ما بر مردم بیدفاعی که از هر کشور و از هر ملت باشه میسوزه. اگر بالفرض گیریم اما یک سناریوی خراب و بد و یا هیچ سناریوی نه، امی لحظه مثلا در مناطق خط فرضی که یکان مشکلات هست، باز ساحات طالب عبور و مرور میکنه، امی سرصدایی را که طالب ها خلق کردن، امی سایر سازمان های تروریستی که در پاکستان فعلا ظاهرا رفیق آیسای هستند و رفیق نظامی هایشان هستند، اگر امی از کنترل بر آمدن و در خاک خود از یا شروع کردن که ما میتونیم مثل طالب های افغانستان وارد در خاک خود کار کنیم، ای را باز پاکستان جمع کردن میتونه و یا الهام میگرن. شما ببینید زمان که مجاهدین کابل را گرفتن، در سالهای پیروزی مجاهدین در بر علیه حکومت دکتر نجیب الله، در اکثریت نقاط دنیا مردم، باز مردم کشورهای اسلامی بله، مردم خیستن جنگ کردن در یمن، در یک جای، در دیگر جای، همه جای در چچن استاد شدن، الگو قرار دادن، الگو قرار دادن افغانستان. حالا اینا امیالی هم صحبت شما قطع نشه و بعد بگوین گروه های مختلف که وابسته هستن به تحریک طالبای پاکستانی در درون پاکستان، اینا دارن اتحاد میشن، با هم گرد میآین و عملاتشان هم افزایش پیدا کرده در پاکستان. شما فکر میکنین امی میتونه سناریوی آیندهش باشه؟ بله، هنوز هم افزایش پیدا نکردن، هنوز هم اینا در امن هستن و یا باید بیان با ما کار کنن مشترکن که تا این مشکل حل کنیم. اگر اینا بین هر روز بهانه کنن، مثل که بر رؤسای محترم امنیت ملی اسبق در مذاکرات بودن، وزیر صاحبای دفاع لوی دریستیزا، همه ما یک چیز از اینا شنیدیم: دروغ، فریب، مکر. حالا اگر یا به این گپ ادامه بتن، این جنگ آتش خود دامنشان تازه در داده، خودشان هم در میتن بسیار زود و این ضرور نیست که ایجا در افغانستان کدام چیز واقع شوه. همین که ایالات متحده میره بر از او بهترین شعار پیدا میشه که ما
کفار شکست دادیم. اون رفتن. حالی که واجای را بگرن یا نگرن یک بس است. اینمی خودش یک انرژی و یک انگیزه را برای مردمایی که در اوج هستن، حتی برای رفیقای آیسای این مشکل خلق میکنه که اونا میگن که تا در کنار زیست تا چی و چرا فاتح نشی. ولی فکر میکنین پاکستان مثلا به باور شما میخواهد طالب را روی قدرت بیاره در افغانستان یا نه؟ طالب را بخشی از افغانستان بسازه یا بخشی از حاکمیت؟ خب تا فعلا ما صداقت در این نمیبینیم که اونا بیارن طالب بخش از حاکمیت بسازن. اونا به خاطر از این که در نصبش خوش نیست دنبال کلش برآمده. پاکستان به حکومت فعلی افغانستان اعتماد نداره، از طرف دیگر بدگمانی امنیتی داره نسبت به نفوذ هند در افغانستان. آیا فکر میکنین نیاز است که افغانستان یک سلسله ضمانت های به پاکستان بده؟ که برعکس رئیس جمهور از پاکستان ضمانت خواسته، رئیس جمهور غنی گفته پاکستان باید ضمانت بده به افغانستان. خب در این مسئله خب طبیعی است که کی متضرر است بیشتر؟ ما متضرر هستیم، تضمین اونا باید بتن. و میمونه بحث هند. در ایج هند و هیچ کس دیگه مداخله نداره، از خاک ما کس استفاده نمیکنه. خاک پاکستان به حد بیبندباری و به حد ملک التوایفی روان است که در اون خاکش یک سواره میگن در ایج پولیس علاقه غیر از داخل شدن نمیتونه. اینا برن مشکل خود را که ته هند حل کنن و جنگ هند در خاک ما نبرن. ما کدام ایجا درست است ایندیا ما را کمک میکنن، ما را منظورم از ساختن بند آب از یک قبیل گپ هاست. ولی که این اداره یا میکنن تا امروز یا ثابت کرده نتونستن که در کجا چه قسم. این فقط به سطح یک بهانه است که برند ملل متحد، برند در یک کنفرانس مطبوعاتی. و این گروه های تروریستی که شما فکر کنین از نگاه عقلانی گروه تروریستی تنرو مسلمان چطور به گپ این دو برادر مسلمان خود انفجار بته، انتحار بته؟ به گپ کشور هندستان که به اصطلاح مذهب با وجود که برادرای مسلمان اوجه داریم اوجه هندویزم است، چطور امکان داره؟ این فقط بهانه است که در چشم ملت خود سیاسیونشان و استخباراتشان خاک میزنند. اصل بس این است. اصل بس همون گروه های تروریستی است. حال مثلا الیاس کشمیری یک کارمند آیسایی بود، آمده بود در حقانی را مدیریت میکرد، یک دفعه القاعده شد. که القاعده شد امریکایی ها او را مثلا بمباردمان کردن. آل الیاس کشمیری را ما جور کردیم؟ نه. این جور کردن؟ نه. خب بالاخره الیاس کشمیری کارمند آیسایی بود و ایره تمام دنیا که در کار استخبارات کار کرده ای بحث همه فهمن. و مثل ازی همه تو کرنیل امام دگه و دگه و دگه که تا بالاخره اونو کرنیل امام در کجا کشته شد. اینا خودشان گروه های تروریستی در داخل خود هستن و وقت اکثرشان فشار می یا افغانستان میگن یا این. یعنی سوالی بود که آشتی هند و پاکستان یا ختم دشمنی سنتی و دیرینه ایشان میتونه کمک بکنه به ثبات افغانستان؟ من فکر میکنم که او بحث یک بحث بهانه طلبی است. حتی اگر اونا جورم بین بازم در اینجا یک بهانه نو پیدا میکنن و ایجاب میکنن که ما خود را جور کنیم به عنوان یک ملت و در برابر از این استاد شیم، امرایشان گپ بزنیم و به یک تفاهم برسیم و در نهایتش حداقل بفهمیم که اینمیج چیزی که روزی که سر ما آمده عاملش و اساسش کجا است. اطلاعات داریم، گزارش های وجود دارن که یک بخشی از رهبرای القاعده در ایران هستند. مثلا از سیف العدل جانشین احتمالی من الزواهری نام گرفته میشه که در ایران به سر میبره. اگر چنین باشه فکر میکنین احتمال برگشت اینا به افغانستان پس از امریکا وجود داره؟ خب من فقط چیزی را که در رابطه به مسائل القاعده و ایران میفهمم همی است که در گذشته هم اعضای فامیل اسامه بن لادن هم داره موجه به هر شکل که بوده و رفته و در باز رسانه ها هم باز چیزها درز میکنه که باز رهبرای القاعده در باز کشورها هدف قرار میگیره. ما با ایران مرز باز داریم، مرز مشترک داریم. اکثریت هم وطنهای ما شما بدون پاسپورت با پاسپورت اوجه به کار میرن، از اوجه هم پس دوباره مردمان میان و ای اعضای القاعده و کسایی که در این منطقه زندگی کردن در افغانستان اینا در حدود 40 سال سابقه دارن زندگیشان در ایسا، یعنی که مانند ما صحبت میکنن، مانند ما لباس میپوشن و رنگ جلدشان هم مثل ما است. دیگه عبور مرورشان به فکر نمیکنم که بسیار کار سخت باشن. درست. از لغو پیمان امنیتی با امریکا
نگران نیستین اگر چون این اتفاق بیفته؟ خب حالا خب ما در میدان داخل شدیم، بله، توکل ما به خدا، هم خدا همراه ماست هم مردم ما همراه ماست، ولی امکانات ضروری است و امکانات هم وقتی که شما دارای یک کشور می باشین امکانات وجود داره برای دفاع از کشورتان، صرف میتود طریقه تغییر میکنه. قرارداد که در ایالات متحده در واشنگتن با کمپانی بسته میشد و کمپانی مسائل امنیتی خود در نظر میگرفت، معاش به ده هزار دلار بود، ولی قرارداد که در افغانستان بسته شد که خود از این نشان میده کاهش مصارف ما را به فکر میکنین با شما قرارداد بکنه کمپانی ها؟ با افغانستان یعنی؟ ما یک کشور هستیم، بله، و توانایی پرداخت پولش را هم داریم. خب توانایی پرداخت پولش را بر دفعتن اگر نداریم امریکایی ها میتن؟ امریکایی ها میتن، ولی در یک زمانی که بالاخره تا آخر عمر نمیشه که یک کشور دیگه برای مسائل حکومت داریش و مسائل امنیتیش پول بپردازه. روی هم رفته ما به پای خود استاد میشیم، همه طور که نهادهای امنیتی در یک حالت بهتر و رشد قرار داره، ما باور دارم که نهادهای ملکی ما هم اگر بسیار موازی به این سرعت پیش نمیرن به یک سرعت پیش میرن و اصلاحات ریفورم که به وجود میاد انشاءالله که سبب خوبی آینده کشور ما خواهد شد. طالب به امریکا در انگام خروج حمله میکنه به نظر شما؟ بستگی به رفاقت طالبو با ایالات متحده داره. آل رفیق هستن بنا. خب آل خواهی ها که پیمان امضا کردن به این معنی که ما شما سر یکی دیگه خود حمله نمی کنیم، ولی وا می کنن به خاطر از اینکه اونا پابند هیچ اصل و اصول نیستن. دیروز هم در پایگاه هوایی قندهار راکت انداخت کردن و جواب متقابل هم برشون قوات های امریکایی از طریق هوا دادن. درست. جنرال صاحب در پایان به حیث رئیس ستاد ارتش افغانستان و کسی که در رأس ارتش قرار دارین، چشم امید مردم به نیروهای امنیتی دوخته شده و حالی بار سنگین تنهایی به شانه میکشین، چگونه میتونین به مردم اطمینان بدین که ترس نداشته باشن؟ یک بخشی از مردم ما و شما واقعیت ها باید بگویم در حال فرار هستند، باید بمانند در افغانستان، و دو تا سناریوی یا یک تا سناریوی بسیار بدی که ما و شما داشتیم، دو تا سال 92 تکرار نشه و مثلا حالتی که به در وقت حکومت دکتر نجیب آمد و پس از او جنگ های داخلی و خانمانسوز در کابل. خب اطمینان ما خب بر مردم افغانستان این است که ما جز از این خانواده هستیم و ما فرزندان از این مردم هستیم. ما مردم خود چطور تنها گذاشته میتونیم؟ سوال اول همی است که هر سرباز اردو بچه یک خانواده است و این خانواده در این اجتماع خلط است. ما نمیتونیم که این وطن این خاک به اجنبی الا کنیم. به هر قیمت که باشه ما از این وطن دفاع میکنیم. نگرانی مردم کاملا بجاست. وقتی شما مطبوعات و رسانه ها را میبینین، رسانه های منظورم از رسانه های داخلی ما نیست، بیشتر از رسانه های غرب است، و نگرانی های دیپلومات ها و اعضای ارشد کشورهای ناتو را میبینین، او مجبور میسازه مردم که مردم نگران شوند. ولی مردم باید باور داشته باشند برای فرزندهای خود. ما را به میروز تربیه کردن که ما از این خاک دفاع کنیم و ما این رو باید ثابت بسازیم. من بر اساکر خودم پیام ما بسیار واضح است. این همین موقعی است که ما ثابت بسازیم که فرزندای راستین از این خاک ماستیم. نه طالب است، نه داعش است، نه کس دیگه. و مردمان دیندار از این خاک هم ماستیم که کتینیمی چشم پیرداری این همین خوار برادر خود در این سرزمین میکنیم و تا که ما نفس بکشیم انشالله که یا باید راحت بخوابن و نگران چیز نباشن. ولی به این معنا نیست که همه چیز با رفتن ایالات متحده در 24 ساعت جور میشه. ما را فرصت بدن، سر ما اعتبار بکنن، از تبصره های ما را امنیت سیاسی نسازن. خواهشم از همه طرف ها، از ملت هم، از سیاسیون هم، از همه گمی است که امنیت سیاسی نسازن. اگر کسی با رئیس مخالفت دیدگاه داره یا با طرز با حکومت ها مردم مشکلات می داشته باشه، او کار بانن یک طرف. کار ما را بگذارن که ما از این وطن دفاع کنیم، صادقانه دفاع کنیم و ایر اگر سیاسی بسازیم و باز یک کسی که یک جریان سیاسی خفه باشه سر ما حمله کنه، باز ما را نقد کنه، دی باز ما را به جای نمیرسونه، کار ما را کم سخت میسازه، ولی به این معنی نیست که ما استاد شویم. بسیار تشکر. تشکر از شما. بخیر باشید. سلام. بخیر باشید.